رحمان رحیم دوستان ند مهربان سلام، یک بار دیگه هم در خدمت شما هستیم در میدان پهلوانی ولایت هرات، میدانی که با شور هیجان همه جمعه مسابقات پهلوانی برگزار میشه و امروز باز هم قرار مسابقه در این مکان برگزار بشه و عده زیادی از مردم تشریف آوردن تا پهلوانان ولایت هرات در ببینن و مسابقات نو لذت ببرن. در کنار من استادی که همیشه وقت بیرون از کشور بودم و الحمدلله باز برگشتم به کشور و آمدم از نزدیک میدان پهلوانی میبینن. استاد سلام، خوش آمدیم به افغانستان. سلامت باشیم، تشکر. شما خوب ان شاء الله؟ زنده باشیم، سلامت باشیم. خیلی زحمت میکشید. زنده باشید. نام مبارک شما. زنده باشید. محمد داود اکبری. آقای اکبری عزیز، چه مدت میشه از افغانستان بیرون شدین و پس مسافرت میکنین؟ بیشتر برام معلومات. ما دیگه مهاجر تقریبا 40 ساله که مهاجریم، اما خب هر دو سال یک سال سه سال میایم رفت آمد میکنیم، میایم از پهلوانا خود نگاه میکنیم. نام خدا جوانا، خیلی جوانای خوبی، پهلوانای خوبی، الحمدلله زحمت میکشم. خداوند ان شاء الله که نر موفق داشته باشه که به کشورهای خارج هم برم و خیر با دست سپر برگردم ان شاء الله. زنده باشیم. پهلوانی ولایت هرات میبینیم از طریق رسانه ها و تعقیب هم میکنیم. بله تعقیب میکنیم، شوقمونه، عشقمونه دیگه. بیشتر هم بیرات میم به خاطر همی گشتی و این پهلوانی و جوانار که ببینیم. ساعت مسابقات چگونه استاد جان؟ تفاوت های هم ایجاد شده به این 200 سال اخیر؟ خیلی خیلی، اول که قبلا این میدون نبود، ولی این میدون شده الحمدلله نظم شده، داورات خیلی نظم دارن. قبلا جنگ بشد، ولی الحمدلله این گپانیه خیلی نظم داره، مرتب همه چیز. باز به وزن کشی شده، خیلی خوب شده که هر کس به وزن خوب گشتی میگیره. خیلی خوب. تشکر. اگر کدام پیشنهاد و انتقادی هم داشته باشیم ما میشه. الحمدلله همه چیز خوبه دیگه، بازم آرزو دارن که بهتر و بهتر بشه ان شاء الله با امید خدا. بله ما بین جوانا ان شاء الله زحمت میکشم، گوشتی هم زحمت ماه، تا زحمت نکشه آدم به جای نمیرسه، اما خوب میشه ان شاء الله با امید خدا. خیر ببینید. تشکر، زنده باشه. باشه. و همچنین مهمانی هم داریم از کشور ایران. بله. سلام، مانده نباشه. زنده باشی، ممنون. سلامت باشی. افغانستان خوش میگذره؟ بله خیلی هم خوبه انشالله که همین چند روزه که به هرات آمدیم خوش دیشه و ساعت شما تیر بشه. ما مردم هرات همیته میگن که یک روز رو به خوبی و خوشی سپری کنیم. زنده باشی، خیلی تشکر میکنم از شما، از مهمون نوازی این شهرتون، واقعا با این مردم خونگرم و با صفای این شهرتون. چگونه بوده تا به الحال هرات چگونه بوده برای شما؟ مردمان با صفا، مهمان نواز، واقعا دوست داشتنی. سلامت باشین، زنده باشین. به میدان پهلوانی دیگه هم تشریف بیاورده بودی؟ بله بله، یه بار دیگه هم اومده بودم اون روزی که اینجا مسابقه رسمی بود، اون روزم خیلی خوب بود. خوب بود؟ بله. بپسندیدی؟ بله واقعا خیلی خوب. اگر کدام پیام و گفتنی داشته باشین به مردم ایران افغانستان میشد؟ واقعا مردم افغانستان یه مردم خیلی مهمان نواز، مردم خیلی خوب، مردم با ارزشی هستن، مخصوصا مردم شهر هرات. تشکر، زنده باشید. قربان شما، زنده باشید. دوستان عزیز مهربان، مسابقات پهلوانی آغاز شده، بریم ببینیم قند اول کی به نام خود اعلان میکنه و با ما همراه باشید. حمیدالله ایماق از کلپ پهلوانی کوه دامن غور مقابل او جاوید احمد احمدی قرار هست که در قند اول به مسابقه بپردازند. ورزشکاری که امسال عضویت تیم منتخب ولایت هرات در وزن 90 کیلوگرم از ولایت زیبای غور به دست آورده، او آماده تا در مقابل پهلوان برتر ولایت هرات یعنی جاوید احمدی مسابقه انجام بده و جاوید احمدی در آخرین تقابل خود مسابقه رو واگذار میکنه، اما در مسابقات پهلوان برتر موفق شد با نتیجه چشمگیری
عضو سبیح‌ترین پهلوان برتر ولایت هرات باشه. او همراه دو همکلپی خود میلاد جمشیدی و همچنین سه چفیجان که از کلپ انصارن موفق شدن سه پهلوانی باشند که مقام اول و دوم و سوم را از آن خود ساختند. امروز در مقابل امیدالله ایماق در قند اول به مسابقه پرداخته. در پنج تا قابل اخیر خود جاوید احمدی یک شکست و چهار پیروزی به نام خود به ثبت رسانده، اما امیدالله جان هم از ولایت غور تشریف آوردن و امروز اولین مسابقه در مقابل جاوید قرار تجربه کنه. سال گذشته هم امیدالله جان آمدن و در قند اول امرای نصیر احمد جان صوفی‌زاده مسابقه کردن که با نتیجه یک بر یک مسابقه اینا به اتمام رسید. بله، بعد ببینیم که مقابل جاوید احمد احمدی چه کار میکنه و چه عکس العملی رو نشان میده. طوری که جاوید جان گفتن بعد از گذشت یک سال این پهلوان غوری آمده در میدان پهلوانی ولایت هرات. اشاره این هم داره به داورای حاضر در میدان که کشتی به نفع او هست، اما هنوز هم مشخص نیست که نتیجه نهایی چگونه و به نفع کی خواهد بود. بله، ببینیم در تکرار صحنه از حرکت دورون پایی استفاده میکنه، اما جاوید احمد شانه خیلی میکنه و تصمیم داورها هست و ببینیم که به نفع کدام ورزشکار میشه. بر اینجا نکاتی را یادآوری میکنه سرمربی کلپ پهلوانی کوه دامن غور برای امیدالله ایماق، ورزشکاری که در مقابل جاوید احمدی در راوند اول مسابقه انجام دادند و در این سمت جاوید احمدی را میبینیم، ورزشکاری که لحظه ای را استراحت میکنه و همچنین منتظر این هست که ببینه نتیجه چه کار میشه. بر اینجا در میانه تشویق تماشاچیان کلپ کوه دامن غور قرار میگیره حمیدالله ایماق و به این معناست که او در راوند اول موفق شده پیروزی را از آن خودش بکنه و یک راوندر پیش بیاید، طوری که دیده میشه دست نمیده حمیدالله ایماق و همچنین در سمت مقابل جاوید احمدی هم صحبت هایی را داره و مسابقه ای که هنوز راوند دومش آغاز نشده. بله، حالا آغاز شده در راوند دوم مسابقه این دو ورزشکار برتر کلپ کوه دامن و انصار. در راوند دوم از حرکت زنگه چپه استفاده میکنه جاوید احمدی و کمر حمیدالله ایماق رو به زمین میزنه. طبق انتظارها درخشش خودش نشان میده و این گونه در میان تشویق تماشاچیان کلپ پهلوانی انصار قرار میگیره جاوید احمدی. کمر حمیدالله ایماق در راوند دوم به زمین زد. یک بار حمیدالله رفت که جاوید رو بلند بکنه، ناموفق بود و سپس این گونه با زیبایی هرچه تمامتر موفق میشه که پیروزی را از آن خودش بکنه و نتیجه را یک بر یک بکنه. ببینیم که راوند سوم چه کار خواهد شد. بله، طوری که دیده میشه حمیدالله ایماق حاضر نیست که در راوند سوم مسابقه انجام بده و به تصمیم ریاست فدراسیون کشتی محلی و بلباکویش ولایت هرات قند و یا همان جایزه از طرف شرکت فولاد سیکلت برای جاوید احمدی اهدا میشه و جایزه نقدی هم از طرف معاون شرکت فولاد سیکلت دریافت میکنه. جاوید جان احمدی تبریک میگیم برای این پهلوان خوشنام و نشان ولایت هرات. و اینجا چهره مسعود رو میبینیم که از کلپ پهلوانی کوه دامن غور وارد میدان شده. جاوید جان، امروز واقعا پهلوانان کوه دامن غور غوغا پا کردن. بله، ورزشکاران کلپ کوه دامن غور تصمیم گرفته بودند که از قند اول تا قند چهارم به نام خود اعلان کنند و آمادگی گرفته بودند به خاطر امروز و چندین هفته که تمرین دارند و میبینیم که قند اول و دوم تا به اینجا که وارد میدان مسابقه شدند و قند دوم ورزشکار از کلپ کوه دامن غور با لباس سرخ به نام خود اعلان کرد که میبینید در تصویر که در مقابل میرویس از کلپ انصار وارد میدان مسابقه شده که یک لحظه میرفت میرویس به برتری برسه. او سابقه حضور در مسابقات قند اول قهرمانان داره. او در مقابل گلابشاه با نتیجه یک بر یک مسابقه خود به اتمام رساند، اما حالا در مقابل میرویس جان وارد میدان مسابقه شده و میبینیم که هر دو ورزشکار تلاش میکنن تا کمر یکدیگر رو به زمین بزنن و تا به اینجای کار که تلاش هر دو ورزشکار بی نتیجه بوده. بله، بیننده های عزیز، مسابقه این دو ورزشکار طوری که دیده میشه در میدان پهلوانی
امروز زیاد به طول انجامید و باعث شد که قند به میدان واگذار بشه. و زمانی که قند به میدان واگذار شد، میلاد جمشیدی بلند شد و گفت من مسابقه انجام میدم و قند دوم رو به نام خودش اعلام کرد. اما در مقابل میلاد جان جمشیدی هم هیچ کدام از پهلوانانی که در میدان حضور داشتند حاضر نشدند تا اینکه مقابل میلاد جمشیدی مسابقه انجام بدن. ورزشکاری که نایب قهرمان وزن آزاد تیم منتخب پهلوانی ولایت هرات هم شد و از طرف فدراسیون کشتی محلی هم مورد تقدیر و تمجید قرار گرفت، به علاوه میلاد جمشیدی پهلوانانی از وزن آزاد، وزن 80، وزن 90 و سایر وزنهایی که به قهرمانی رسیدن مورد تقدیر و تشویق قرار گرفتند. حالا ورزشکار دیگری از کلبه کوهدامن غور قراره که به مسابقه بپردازه مقابل سجاد ازاریا با لباس سیاه. بله، میبینیم که مسابقه از این دو ورزشکار در قنده چهارم برگزار شده و هر دو ورزشکار قرار با هم به رقابت بپردازن. حالا اجازه کارم داده شده سجاد با لباس سیاه و ورزشکار کسکلپ کوهدامن غور با لباس آبی و سفید. یک لحظه میرفت از حرکت کوشک استفاده بکنه، اما وزنی او کمتره و موفق نیه و حالا با حرکت پای چپ موفق میشه کمر سجاد رو به زمین بزنه و در راوند اول مسابقه به برتری برسه. خیلی اگر حرکت زیرکانه استفاده کرد، میره سجاد تا او از جا بلند کنه، اما بالفعل پای سجاد رو میگیره در راوند اول و موفق میشه پیروزی را از آن خود بسازد. ببینیم اشاره به کوشک داد سجاد تا حریف خود از جا بلند کنه، اما حریفی و برکت پای چپ به برتری رسید. والا راوند دوم مسابقه هنوز به اتمام نرسیده و ادامه داره و ببینیم که بله داور اشاره میکنه که مسابقه هنوز به اتمام نرسیده و نتیجه 1-0 ادامه باید میدادن به ورزشکارا. و حالا راوند بعدی که میبینیم در تصویر 1-0 ورزشکار که از کلپ کوهدامن غور جلو افتاده، تلاش های سجادر میبینیم و حالا مسابقه به تساوی کشانده میشه و نتیجه 1-1 و هر دو ورزشکار در راوند سوم برنده و بازنده نامعلوم خواهد شد. ببینیم در تکرار صحنه پای چپ سجاد را گرفت، اما سجاد رفت و از جا بلند کنه موفق نبود و سپس از حرکت اسکارد استفاده کرد. بله، این مسابقه با نتیجه 1-1 به اتمام رسید و راوند سومی برگزار نشد. به نمایی از تماشاچیان حاضر در میدان پهلوانی رو میبینیم که از راهای دور و نزدیک همچنان و همانند هفته های گذشته برای دیدن مسابقات پهلوانی حضور به هم رساندن. حالا عزت‌الله از کلپ ستاره آسیا با لباس سرخ در مقابل او ورزشکار یک کوهدامن با حرکت زنگه راست پیروزی رو به دست میاره. جابی جان؟ بله، در تکرار صحنه میبینیم که از حرکت زنگه راست استفاده کرد و موفق شد پیروزی را از آن خود بسازه. شاگرد حاجی شریف احمد ایدری هم محسوب میشه. عزت‌الله از کلپ ستاره آسیا و راوند اول موفق شد که مقابل ورزشکاری از کوهدامن غور به برتری برسه. اینجا میره و استراحتی داره. در کنار او ایلیاس پهلوان میبینیم، ورزشکاری که قهرمان وزن 60 کیلوگرم شده و حالا در راوند بعدی ببینیم که این بار موفق تر کی خواهد بود. از حرکت کجا استفاده میکنه و پیروز این مسابقه میشه. راوند اولشان به قضاوت جاویدجان امیری مسئول بخش فرهنگی کشتی افغانستان به اتمام رسید. نوید ایران میدم که جاویدجان امیری با عنوان جوانترین داور حاضر در میدان پهلوانی ولایت هرات ایفای وظیفه میکنند و آرزوی موفقیت های فراوانی رو برایشان داریم. و حالا طوری که میبینیم مسابقه بعدی سید عمر از انصار با لباس سرخ و سیاه مقابل او فرزاد از ستاره آسیا با لباس سرخ و سرمه‌ای وارد میدان مسابقه شدند. ببینیم که این مسابقه چه کار میشه. همچنان جاوید جان قضاوت این مسابقه رو نیز بر عهده دارند و سید عمر میره تا از حرکات نمایشی که داره استفاده بکنه و کماکان فرزاد از ستاره آسیا هم ورزشکاری است که خیلی زود مسابقه رو واگذار نخواهد کرد. تا به اینجای کار که هیچ ورزشکار موفق نشده کمر حریف خود به زمین بزنه و تلاش های هر دو ورزشکار بی نتیجه بوده. باید از حرکت های استفاده بکنن تا بتونن کمر یکدیگر به زمین بزنن. و نکات مهم هم اینه که ورزشکاران رده 80 کیلو و 90 کیلو
من از حرکت های هوایی استفاده میکنم و میبینید که فرزادم خوب درس سید عمر خونده و به همین خاطر از حرکت های کوشک استفاده میکنه و حالا کجه ببینیم که سید عمر موفق میشه یا فرزاد چندین چرخه میده و حالا از حرکت چپلاب استفاده میکنه و موفق میشه در روند اول مسابقه به برتری برسه. این حرکت از زیپا به زیپا هم یادآوری میکنن در بعضی از مسابقات و فنی است که کمتر ورزشکاران استفاده میکنن روی رقبای خود و یک نام خیلی بالخصوصی هم داره. راند دوم مسابقه آغاز شده، باز هم سید عمر تلاش میکنه به این بار با حرکت کجه موفق میشه به برتری برسه و با نتیجه 2-0 کمر فرزاد رو به زمین بزنه. بله، ضمن اینکه در تکرار صحنه هم با هم میبینیم که جای خیلی خوبی که سید عمر جان استفاده میکنه و کمر فرزاد رو به زمین میزنه و پیروزی رو به دست میاره با نتیجه 2-0. بینندای عزیز، شما میتونین که با سر زدن به پلی لیست کانال یوتیوب افغان 123 برنامه های پهلوان واقعی و همچنین برنامه های قند اول قهرمانان، برنامه های پهلوان برتر که تورنمنتش چند وقت پیش به اتمام رسید و همچنین برنامه های قند اول قهرمانان تیم منتخب پهلوانی ولایت هرات که همچنان از دریچه کانال یوتیوب افغان 123 به نشر رسید میتونید که تماشا بکنید. همه شما عزیزان رو به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم تا جمعه بعدی. بدرود.